سبحانك يا من لا شريك له سبحان سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا شريك له سبحانك يا من لا شريك له بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین با عرض سلام و ادب و احترام خدمت عزیزان و طلاب محترم بحث ما رسید به بحث مزارع معکد که گفتیم خصوصیاتی داره فعل مزارعی یکی از خصوصیاتش ساده بودن معناشه که نون تأکید میاد این خصوصیت رو از بین میبره و معنای مزارع رو تأکید میکنه نون مزارع معکد و نون تأکید که نون تأکید خفیف و شدید رو عرض کردیم چند تا مطلبی مونده هم متن رو میخونیم و تمرینی هم داشته باشیم و چند تا مطلبی هم که مونده اینها رو خدمتتون عرض میکنیم بحث ششم مزارع معکد. حروف تأکید عبارتند از نون تأکید سقیله سقیله یعنی همین سنگین و شدیده هم بهش میگند مشدده بهش میگند که مشدد و متحرکه یعنی خود نون حرکه داره حالا حرکش یا فتح است مثل یزربنه سیغه اول یا کسر است مثل یزربانه سیغه دوم کجا فتح است و کجا کسره جلسه گذشته بهش اشاره کردیم این یکی و یکی هم نون تاکید خفیفه چه یک نون ساکنه که البته به تمام سیغه ها هم نمیاد نون تاکید در آخر فعل مزارع معلوم و مجهول فرقی نمی کنه در آمده آن را معکد یعنی در واقع دو اثر معنوی نون تأکید رو میفرمایند آن را یعنی مزارع رو معکد و مختص به مستقبل می کنه. یعنی هم اثر لفظ، معنوی اثر معنوی معنای تأکیدی داره یعنی معنای مزاره رو موکد میکنه و هم زمان فعل مزاره رو مختص به آینده میکنه مطلب بعدی اینه که تأکید در سقیله بیش از خفیف است این معروف در کلام عرب میگن کسرت المبانی تدل على کسرت المعانی مبنا حرف زیاد باشه یعنی معنا زیاده این نون تأکید دو نونه نون تأکید شدیده دو نونه نون تأکید خفیفه یه نونه فلزا معناشون هم لفظشون که فرق میکنه لفظ شدیده که زیاده معناش و تأکیدش هم زیاده البته در مورد این قاعده بحثه نکته ای که در اینجا عرض بکنم این چه فرموده به نون تأکید در آخر فعل مزاره میاد این منحصر به مزاره نیست نون تاکید نون تاکید در آخر فعل مزاره و امر میاد منتها چون که بحث ما خصوصیات فعل مزاره فعل مزاره رو ذکر کرده امر هم میاد به همین چیفیتی که در مزاره گفتیم مثلا لیضرب میشه لیزربن لیزربان لیزربن لتزربن لتزربان لیزربنان سیغه هفت که میشه ازرب میشه ازربن نه ازربان نه ازربن ازربنان لنزربن فعل امر هم برش نون تاکید متصل میشه منتها چون که بحث ما بحث در مورد فعل مزارعه فلزا این رو عرض نکردیم اما به فعل مازی هیچ وقت نون تاکید متصل نمیشه نون سقیله همون مشدده به تمام سیغه های فعل فعل مزاره یا فعل امر ملحق میشه ولی خفیفه در شش سیغه نمیاد در آخر تصنیه چه چهار تا ما تصنیه داریم سیغه دو سیغه پنس سیغه هشت و سیغه یازده و زمع معنیس که دوتا زمان مؤنس داریم سیغه شش و دوازده که مبنیان در اینها نون تاکید خفیفه نیست اما بقیه هشت سیغه باقی مونده نون تاکید خفیفه میاد بنابراین فقط به هشت سیغه میتواند ملحق بشه نون سقیله در تصنیه و جمع حرکت نون رو میگه نون خفیفه ساکنه اما نون شدیده متحرکه این حرکتش یا فتحه یا کسره کجا فتحه کجا کسره میفرماید نون تاکید نون تقیله که متحرکه در تصنیه این چهار سیغه و جمع مؤنس این هم دو سیغه یعنی این شش سیغه مکسوره و در بقیه سیغه ها که هشت سیغه باقی میمونه در اونها مفتوحه اثر لفظی نون تاکید در مز... فعل مزاره چنین است البته این اثر لفظی که گفته دیگه فرقی بین تأکید شدیده و خفیفه در اون جاهایی که میاد وجود نداره الف نون تأکید در سیغه های یک و چهار و هفت و سیزده و چهارده همین سیغه خمسه چه بارها عرض کردیم ما قبل خود یعنی لام الفعل را مفتوح می کند و اگر لام الفعل الف مقلوب باشه یعنی الف است که از واو قلب شده از یا بالاخره قلب شده الف رو که نمیشه مفتوح کرد الف قابل تحرک نیست اینجا به یا برمیگردد یعنی الف رو تبدیل به یا میکنیم بعد اون یا رو مفتوح می کنیم یزربو میشه یزربن نه حتما حتما خواهد زد یزربن حتما خواهد زد هر دو تأکید من تاکید تأکید شدیده بیشتره یدعو میشه یدعوون ببینید واو رو مفتوح کردیم و نون تأکید خفیفه میشه یدعوون ببینید اثر لفظی هیچ فرقی نمی یرزا که آخرش الف الف برمیگرده به یا میشه یرزین با نون تأکید شدیده و یرزین با نون تأکید خفیفه همینطور چهار سیغه بعدی یعنی سیغه چهارم، سیغه هفتم، سیغه سیزده و سیغه چهارده که سیغه سیزده به عنوان مثال میشه ارزین نه یا ارزین نرزین نه و نرزین این یک اثر اثر بعدی در سیغه هایی که نون عوض رفعی وجود داره در اون سیغه هایی که نون عوض رفعی وجود داره طبیعتا اون مصناها ها هستند و هفت سیغه از چهار تا سیغه مصنا و دو سیغه زم مذکر یکی زم مذکر غائب و زم مزکر مخاطب که سیقه سه و و یکی هم سیغه ده که مفرد مهنس مخاطبه این هفت سیغه دارای نون عوض رفع آن را می اندازد یعنی نون رو حس می کنیم یزربانه چه سیغه دویه خود نون عوض رفع هست میشه میشه یزربان نه جیم در جمع مذکر و مفرد مؤنث مخاطب جمع مذکر دو سیغه است سیغه سه و سیغه نو و مفرد مؤنث مخاطب که سیغه دهه واو و یا زمیر واو در سیغه سه و نو و یا هم در سیغه دهه زمیر را نیز یعنی علاوه بر اینکه که نون عوض رفعی رو حذف کردیم در این سه سیغه خود زمیر رو هم حذف میکنیم مگر اینکه ما قبل زمیر مفتوح باشه مثل یرزاونه که گفتیم ما قبل زمیر واب یا یا در سیقه ده مفتوح باشه چه در این صورت زمیر ثابت مانده زمیر رو ما حذف کنیم به حرکت مناسب متحرک میشه خود زمیر رو نگه میداریم حذف نمی و متحرکش می کنیم. حرکه چی بهش میدیم؟ کدوم حرکه رو؟ اون حرکه ای که مناسب خودشه یعنی اگه واو زمه میدیم چون که حرکه مناسب با واو زمه است اگه یا که در سیغه دهم ده یاه یا کسره میدیم چون که حرکه مناسب با یا کسر است واو مزموم این حرکه مناسب رو میگه واو مزموم و یا مکسور میشود بنابراین یزربونه چه سیغه سیه یعنی جمع مذکر غائبه میشه یزربونه ببینید علاوه بر این نون اوزرف رف خود واو هم حذف شد تزربونه سیغه نه میشه تزربونه و تزربون که البته با نون تحچید شدیده و خفیه همینطور یزربون تزربینه چه سیغه دهه میشه تزربنه و تزربن یه مثال هم زده برای اونایی که ما قبل زمیر مفتوحه یخشون اینجا دیگه واو هست نمیشه بلکه واو متحرک میشه به حرکت مناسب خودش که زم است فقط نون و از رفعی هست میشه یخشونه میشه یخشون یخشا یعنی میترسد خشیت دارد البته خشیت با خوف فرق داره یخشونه یعنی اون زم مردان خشیت دارند میترسند یا خواهند ترسید یخشون نه یعنی حتما حتما خواهند ترسید و یخشون هم با خفیفه تخشون که سیغه نه میشه تخشون نه یا تخشون تخشای نه میشه تخشین نه و تخشین این هم یک مطلب مطلب بعدی اینه که در جمع مؤنس بین نون تأکید اینجا باید بگیم فقط بین نون تاکید شدیده چون که در جمع مؤنس که سیغه شش و دوازده مثل مصناها دیگه نون شدیده اصلا نمیاد نون خفیفه اصلا نمیاد فقط نون شدید است بین نون تأکید شدیده و نون زم چه همین زمیره الفی فاصله می شود چون که سه تا نون پشت سر هم سقیل یزربنه و تزربنه یزربنه سیغه شش و تزربنه سیغه دوازده میشه یزربنانه و نه در خود سیغه ها قبل از علف خود سیغه ها هستند که تغییری ایجاد نخواهد شد چون که اینها مبنی اند. بنابر آنچه گذشت اون مطالبی چه گفتیم صرف سیغه های یزربو با نون تأکید چنین است یزربن یزربان یزربن تذربن تزربان یزربنان تزربن تزربان نه نه تزربن تذربن تزربان تزربنان تزربن 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 ازربن نزربن دوستان دقت بفرمایید باز در معلوم مجهول و معنا کردن دقت کنید مثلا اگه کسی از ما پرسید ازربن نهو را مجهول کنید از ربنهو یعنی چی؟ از نهو یعنی من حتما حتما خواهم زد او را مجهولش میشه یوز نه یعنی حتما حتما او زده خواهد شد اینها رو دقت بفرمایید و با نون خفیفه چنین میشه یزربن یک یزربن سیغه سه تزربن چهار تزربن هفت تزربن نه تزربن بن ده، نذر بن هم 14 و صرف یدعو چه یه فعل ناقص واویست با سقیله تونین است يدعونا یدعوانه یدعونه واو در اینجا هم هست میشه تدعوانه تدعوانه، يدعونان اینجا هیچ تغییری فقط بین نون تاکید و الف فاصله میشه تدعوان تدعوان تدعون تدعن تدعوان،, تدعوان تدعونان ادعوان ندعوان و با خفیفه چنین می شود یدعوان یک یدعون سه تدعوان دوباره تدعوان تدعون تدعن ادعوان و ندعوان و صرف یخشا که آخرش الفه و ما قبل زمیر در سیغه سه و نه و ده مفتوح خواهد بود میگیم یخشیانه الف رو تبدیل به یا میکنیم بعدش مفتوح میکنیم یخشیانه یخشونه میبینید که در اینجا واو رو حس نکرده بلکه واو رو متحرک کرده به حرکت مناسب خودش که زم است تخشیانه تخشیان یخشینان تخشیان نه، تخشیان نه، تخشون تخشین تخشیان تخشینان اخشیان نه، نخشیان نه. و با نون تأکید خفیفه میشه یخشین عین همینه فقط بعضی از نمیاد یخشون تخشین تخشین تخشون تخشین اخشین نخشیان این هم خفیفه در ناقص علفی توجه بکنید نون تاکید به آخر فعل امر نیز ملحق میشه که عرض کردم معنای آن را تاکید میکند نه تنها به فعل امر نیز میگه ملحق میشه اصل اصلا نون تاکید اتصال به فعل امر مزاره بعضی جاها و با شرایط خاصی نون تاکید معکد. نون تاکید حالا شدیده یا خفیفه متصل میشه اثر لفظی آن در فعل امر همان است که در مزارع گذشت هیچ فرقی نمیکنه اثر معنوی هم که اون رو تاکید میکنه این رو تاکید میکنه اونو هم تاکید میکنه به اضافه اینکه در اینجا چند تا نکته عرض بکنیم که باقی مونده سه تا نکته رو دوستان داشته باشند نکته اول اینه که در امر ناقص ها در امر ناقص حالا چه ناقص واوی باشه چه ناقص یایی باشه چه ناقص علفی باشه در پنج سیغه معروف که یک و ها رو هفت و سیزده و تارده، یادتون باشه ما در بحث ناقص گفتیم که قاعده خصوصی ناقص چه واوی و چه یایی ای اینه که موقع امر بستن این پنج سیغه لام الفعلشون میفته مثلا یدعو ما میگفتیم لیدعو واو میافتاد یرمی می گفتیم لیرمه یا میافتاد افتاد یرزا می گفتیم لیرزا الف هست می شد یا در امرهای مخاطبه هم همینطور ادعو و هست می شد ارمه یا هست می شد ارزا الف هست می شد اینها هست می شدند توجه داشته باشیم که مطلب اول اینه که موقعی که به این امر نون تعچید حالا چه سقیله و چه شدیده چه مت... و چه خفیفه متصل میشه در اون پنج سیغه امر ناقص که لام الفعلشون حذف شده بود اینها برمیگردند یعنی لیدعو واوش حذف شده یعنی باید دعوت کند آن مرد غائب اگه خواستیم نون تأکید بیاریم مثلا شدیده میگیم لیدعوون میبینید این واو رو که حذف شده بود برگردوندیم یا یرمی که فعل امرش لیرم یا حذف شده میگیم لیرمین یا ارم ارمین یا یرزا چه میشه لیرزا الان با نون تاکید میشه لیرزین برمیگرده به اون حالت قبلی رو به خودش میگیره این یک نکته بس نکته اول این شد که در امر ناقص سه ناقص واوی یا ای الفی در پنج سیقه یک و چهار و هفت و سیزده و چهارده که در ناقص بدون نون این لام الفعل حس می شد موقع اتصال نون تأکید سه شدیده و سه خفیفه اون لام الفعل محذوف بر می این یک نکته نکته بعدی اینه که در امر ادزوف این پنج سیقه این الفعل به جهت التقاء ساکنین حذف میشد مثلا یقول و صیغه یک ازف فعل امر درست کنیم لام رو میاریم آخرش و لام رو ساکن میکنیم وقتی که لام رو ساکن کردید واو هم که ساکن بود یک ولو بوده طبق قاعده اول واو حرکتش رو به ما قبل داده و ساکن شده لام رو هم ساکن کردیم شد لیقول التقاء ساکنین پیش میاد قاعده دهم ده میگه حرف عله در التقاء ساکنین حذف میشه خیلی خوب واو رو حذف میکنیم میگیم ل یقل در سیقه یک در سیقه چهار میگیم ل در سیقه هفت میگیم قل در صیغه سیزده میگیم ل اقل در سیقه چهارده میگیم ل پس ملاحظه فرمودید در امر ازوف در امر ازوف در پنج سیغه یک و چهار و هفت و سیزده و چهارده این الفعل به خاطر التقاء ساکنین هست میشه مطلب اینه که در صورتی که به این سیغه ها نون تأکید بیاد این سیغه ها گفتیم یک و چهار و, و, و چهارده نون ما قبل خودشو مفتوح میکنه یعنی در لیقل اون سیغه یک لام مفتوح میشه وقتی که لام مفتوح شد دیگه التقاء ساکنینی که بین واو بود که حذف شد و بین این لام که ساکن بود التقاء ساکنین از بین رفت دیگه التقاء ساکنینی نیست دیگه لام ساکن نیست لام متحرک شده فلزا اون واوی که هست شده دیگه برمیگرده به خاطر اینکه دیگه التقاء ساکنینی وجود نداره فلزا میگیم ل نه لیاکل بود بدون نون تاکید واب حذف شده بود و باید هم حذف میشد چون که التقای ساکنین اما وقتی که این لام رو ما متحرک کردیم یعنی لام الفعل رو قبل نون رو در سیغه یک و چهار و هفت و سیزده و در اثر لفظی اول گفتیم که ما قبل خودش رو مفتوم میکنه دیگه متحرک شد التقاء ساکنین از بین رفت میگیم لیگولن نه در سیغه چهار میگیم لتگولن نه در سیغه هفت میگیم قولن نه در سیغه سیزده لعقولن در سیغه چارده لنگولن و همینطور امر مجهولم همینطور حتی مزارع مجزوم هم همینطوره مزارع مجزوم مثلا شما میگید لا یزرب لم و مثال نزدم به خاطر اینکه لم بر سر فعل مزارع بیاد مجزوم میکنه اما مزارع رو مختص به مازی میکنه وقتی که مختص به مازی کرد دیگه نون تأچید نمیاد نون تأچید مال آینده است پس لم با مزاره با نون تأکید مشدد نمیشه تأچید نمیشه با نون خفیفه یا شفر نمیکنه لما هم همینطور اما لای نهی رو مثال زدم که نبره به مزاره رو به مازی که با نون تأکید منافات داشته باشه خیلی خوب لا, یضرب که حالا صحیح سالمه لا یقل یعنی نگه اون فرد مذکر قائب حالا لا یقل ببینید چون که آخرش زن شده سا... سا... ساکن شده واو به خاطر لات یگول بوده واو به خاطر التقای ساکنین حذف هست شده خیلی خوب حالا که نون رو میاریم نون تأکید رو و میگه نون تأکید در سیغه های یک و و هفت و سیزده و چهار ده ما قبل خودش رو مفتوح میکنه دیگه ساکنین دو ساکن نیست بلکه یکی از ساکنها متحرک شد دیگه یه سا... اون واو بر میگرده. میشه لا نه یا لا خفیفه یا لا تقولن نه در سیغه هفت باز لا تقولن نه در سیغه چهارده میشه لا تقولن نه و سیغه سیزده میشه لا اقولن نه در سیغه چهارده میشه لا نقولن نه این هم مطلب دوم اما مطلب سوم در این رابطه اینه که یادتون باشه در مزارع مدزون باز و امر در پنج سیغه باز یک و و هفت و سیزده و چهارده مزاعف سه یا چهار وقت زائز بود اون وقتی که عین الفعل اگه مضمون بود در اونجا چهار وقت زائز بود عین الفعل اگه مفتوح یا مکسور بود سه وقت مثلا لم یمود دو لم یمود ده لم یمود ده لم یم دو یا در امر میگفتیم گفتیم لیمود ده لیمود ده لیمود دو لیم دو این چهار یا در فر یفر رو می گفتیم لیفر را لیفر, ری، لیفر, ری، لیفر ری، این سه وقت بود این سه یا چهار در امر یا مزارع مجزوم در مضاعف در صورتی زائزه که نون تأکید نباشه وقتی که نون تأکید اومد باز چه شدیده و چه خفیفه دیگه این وضوح زائز نخواهد بود مثلا در و دو یه وقت فقط زائزه اونم ادغام همین کیفیتی که در یزرو گفتیم که در سیغه اول و یک و چهار و فلان هفت و سیزده و که این سیغه پنجم پنجگانه پنجم ما قبل خودش رو مفتوح میکنه میشه لیمدن تمام دیگه لیمدان لیمدن لتمدن لتمدان لیمددنان مدن مدان مدن مدن میبینید در سیغه نه و سیغه ده و همینطور سیغه سه واو زمیر هم هست میشه مدن مدانه عمدد نانه لعمدن لنمدنه این سه نکته رو دوستان دقت بفرمایین که مهمه نون تاکید به آخر فعل امر نیز ملحق میشود معنای آن را تأکید میکند اثر لفظی آن در فعل امر همان است که در مزاره گذشت به اضافه این به اضافه این که یعنی یه چیز اضافه چند مطلب داریم عین الفعل صیغه های یک و چهار و هفت و سیزده امر ادوف که حذف شده به خاطر التقای ساکنه و لام الفعل همین صیغه ها از امر ناقص حالا ناقص واوی یا ای الفی فرق نمیکنه. هنگام تأکید بر می گرده. دیگه اون حذف که شده بود دیگه بر می گرده و ذکر میشه. اینم این, هم این دو مطلب مطلب بعدی که توضیح دادم فرموده که میفرمایند که و در مضاعف این سیغه ها فقط یک وضع زایزه میگوییم لیزربن لیزربان امر مثال میزنه لیزربن لتزربن لتزربان لیزربنان ازربن ازربان ازربن ازربن ازربان ازربنان لعزربن لنزربن و الی آخر یا یقولو رو صرف میکنیم لیگل الان با نون تاکید شدیده میگیم لیگولن لیگولان لیگولن لتگولن, لتگولن لتگولان لیگولنان لیگولن لیگولن. گولن این گل بوده واوبر میگرده چون که لام رو که ما مفتوح کردیم دیگه التقاء ساکنین منتفی و برطرف شد گولن گولان گولن گولن گولان

اخشین اخشه بود این الف هست شده بود الف بر و تبدیل به یا میشه چما اینکه در یخشا تبدیل به یا میشد میشه اخشین اخشیان اخشون میبینید اینجا واو زمیر هست نمیشه به خاطر اینکه ما قبل زمیر اینجا اخشاو ما قبل واو اینجا مفتوحه اخشا یا نه سیقه هفت اخشیان اخشوون اخشای اینجا هم همینطور اخشیان اخشایانه، لاخشین و ل همینطور خفیفا همینطور و مضاعف هم یه وقت فقط دیگه جایعزه لیمدن یا مدنن، لتمدن یا مدان، ل مدان مدان ل نمودنن. در آخر فعل نحی مزارع مکرون به لا نافیه چه ناحیه ناهیه مزارع مجزومه در اینها نیز نون تأکید در می آید عرض کردم ببینید لم رو نگفت لم ما رو نگفت چون که این نون تاکید مال آینده است لم و لما فعل مزارع رو تبدیل میکنند به زمان زمانشون رو تبدیل میکنند به زمان ماضی فلزا دیگه در این زانون تاکید نمیاد کما اینکه به خود ماضی مثل ضربه مثل نسره نون تاکید نمیاد کما اینکه نون تاکید به اسم هم نمیاد فقط مختص فعله در آخر فعل نهی مزارع مکرون به لا نافیه ناهیه نیز نون تاکید در می آید و اثر آن مانند اثر در امر است در کجا زمیر هست میشه در کجا خود نون مفتوح میشه در کجا خود نون مکسور میشه در کجا اون الف اگه ناقص باشه تبدیل به یا میشه بقیه ناقص ها بر میگرده، اون از عین الفعلش برمیگرده عین همینه و همچنین در چند مورد دیگر که توضیح و تفصیل آن در جای خود بیان شده الله این مطالب یعنی امر فعل معکد به نون تأکید شدیده و خفیف بحث مفصلش در نه و هم میاد در سایر کتاب های مفصلی که انشاءالله خواهید خوند میاد و تغییرات احیانا تغییراتی داشته باشه اونها رو اونجا خواهید خوند پرسش و تمرین داریم دوستان این پرسش ها رو دقت بفرمایند فرق حرف تأکید با سایر حروفی که در مزاره داخل میشوند چیست اونها ببینید ما تا حال گفتیم در اول فعل مزاره داخل می شدند اینها آخر متصل می شند. این فرق ظاهری است معنای تأکیدی که احیانا اینها میدند اون تأکید رو بقیه اکثرشون نداشتند و الی آخر حروف تأکید چند اثر در فعل مزارع دارند اثر معنوی دارند که معنا رو تأچید می میکنه مختص به آینده میکنه اثر لفظی هم داره و اونم این که همین چیزهایی که تابحال به حال عرض کردیم فرق اثر لفظی حروف تاکید با حروف نصب چیست واضحه؟ اثر لفظی اینها رو با حروف نصب که ان لن چای ازن باشه مقایسه کنید اینها رو قبلا گفتیم فرق نون تاکید ثقیله با نون تاکید خفیفه در معناست یعنی نون تاکید ثقیله معناش بیشتر تعچید در ثقیله بیشتره به همین قاعده ای که عرض کردیم کسرت المبانی تدل علی کسرت المعانی مبنا و ساختمان کلمه زیاد باشه معنا هم زیاده البته این قاعده است که حالا بعضی ها این دارند اشکال دارند و بعضی ها قبول می کنند. در همین سین و صوفه ای که قبلا گفتیم اگه یادتون باشه اونجا هم معلف محترم در کتاب صرف ساده فرموده بود که سین در آینده نزدیک و صوفه در آینده دوره جناب ابن هشام در مغنی همین قاعده رو به صورت احتمال مطرح میکنه میگه بعضی ها معتقدند که سین آینده نزدیک برای آینده نزدیک و صوفه برای آینده دوره میگه و شاید این به خاطر این قاعده باشه که کسرت المبانی تدل علا کسرت المعانی یا کسرت الحروف تدل علا کسرت المعنا که صوفه که حرفش زیاده قطعا استقبالش از این زیاد باشه حالا این ثابت یا ثابت نیست باید بحث بشه میدانید چرا بین نون سقیله و نون زمع معنس الف فاصله میشه به خاطر اینکه عرض ارز کردیم توالی نونات بهش میگن در کلام عربی و در این بحث توالی نونات یعنی پشت سر هم اومدن نون نونها یعنی اگه ما نون الف رو فاصله نمینداختیم یعنی نمی آوردیم میشد یزربنن یعنی سه تا نون متوالیان یعنی پشت سر هم می اومدن این توالی نونات سقل میاره یکی از ویژگی های زبان عربی اینه که در زبان عربی چیزهای سقیل وجود نداره نه اینکه وجود نداره چرا داره منتها در اون حالت استاندارد و فسیحش این سقالت رو نداره یکی از زیبایی های کلام عربی اینه که کلام رو دیدید حس میکنن لیگول و او رو حس میکنن این به خاطر اینکه سقیل نیاد تلفظ مشکل نشه فلزا در بلاغت میخونیم که یکی چی از چیزهایی که مخل به فساحت کلامه مخل به فساحت کلمه است سقل تلفظی اون کلمه است کلمه زوری باشه که زبون برای گفتن او به مشکل بترخه در اینجا میگن که این کلمه فسیح نیست طبیعتا همسی کلمه ای در یه کلامی باشه میگن این کلام فسیح نیست در اینجا چون که سه تا نون پشت سر هم میاند و اینها متوالی یعنی پشت سر هم هستن بینشون فاصله نیست سقل میاره به خاطر همین بینشون چلام عرب چه درش سقل نیست یا کمتر هست به خاطر رفع سگالت یه علفی فاصله مندازن تا اون سگالت و سنجینی از بین بره بقیه یه تمرین ها صرف چه ما صرف نمونهش رو صرف کردیم انشاءالله خودتون صرف خواهید کرد اینجا بحث سلاسی مجرد فعل تمام شد الله سلاسی مزید رو در جلسه بعد خدمتون ارز خواهیم کرد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته